قب یا نبودی در جان امکانه گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. خیلی از چیزها رو میشه با پودر ظرفشویی یا لباسشویی پاک کرد، ولی بسیاری از چرک‌های تاریخی رو نه، نمیشه با پودر ظرفشویی و با پودر لباسشویی به سراغ چرک‌های تاریخی. برخی خیلی دارن تلاش میکنن بلکه نهان کنند همه اون مصائبی رو که بر مردمان ما رفته و مردمان یک سرزمین. حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه بود. همینا چند هفته ایست که گفتگوهایی داریم با آقای دکتر قاسم بیاد، کارشناس برجسته مسائل نفت و گاز. میدونیم دکتر بیاد خب در ایران فارغ التحصیل شده در رشته در صنعت نفت، در مملکت خودش خدمت کرده، بار گذشته ایشون پرداخت به دوران خدمتش در پالایشگاه بیت بلند که من نمیدونم سب بزرگترین پالایشگاه گاز در جهان بوده، بزرگترین پالایشگاه گاز در جهان. همینطور دوران خدمت در اسکاتلند، در دریای شمال، در دکل‌های نفتی متعلق به انگلستان و همینطور دکل‌های نفتی نروژ و بالاخره ایالات متحده آمریکا و تگزاس. و مجدداً اجازه بدید که درود بفرستم به آقای دکتر بیات. دکتر بیات خوش آمدید. خیلی متشکرم جناب میبودی، درود به شما و همه هممیهنان نازنینم هر کجا که هستند. اگه خاطرتون باشه بار گذشته رسیدیم به اونجا که یک جنبش روشنفکری در ایران ایجاد شده که برخی از برجسته ترین روشنفکران ما درش دخیلن، حضور داشتن، شرکت داشتن و امروز این جنبش خیلی هم صمیمانه، هم از سر صدق، از همه مهمتر از سر دانایی داره در برابر مجموعه چاپی هایی میسته که بر علیه دیگر اندیشان مذهبی در ایران بوده، هموطنان عزیز و نازنین ما که زیر فشار بودن بیش از یک قرن و نیم و متاسفانه در تمام این ادوار هم با سکوت عمومی روبرو بودن. این سکوت شکسته و خودش به نظرم نشان دهنده راه درستی است که جامعه روشنفکری انتخاب کرد. بله. ممنونم از توضیحاتی که دادید. اما بریم به خاطرات شما در شرکت نفت. در چهاردیواری بحث استراتژی نفتی ما باید چگونه باشه که با چه شعاری شروع شد اگر هموطنان به خاطر داشته باشن؟ شعار ما حق نداریم نفت خام ایران رو به دیگران بفروشیم. این نفت با تبدیل بشه به فراورده های عمده دیگر با قیمت بالا در بازار عرضه بشه. بله همینه دیگه دکتر بیا. کاملا جناب بیبودی، یعنی اگر ما بخوایم یک هدفی برای سیاست انرژی ایران و سیاست نفت ایران بگذاریم، این هدف محوری، باید بگیم که این هدف این است که ایران ما صنعتی بشه، به صدور محصولات ساخته شده ادامه بده، تحقیقات علمی رو جلو ببره و ایجاد کار برای گروهی وسیع از این جوانان و متخصصان و تحصیل کرده کشورمون بشن که بعد از این طریق همه قسمت‌های دیگه صنایع مملکت از کشاورزی و ساختن و همه عمران و غیره پیش بره. یعنی چیزی که در اختیار ما هست این مایه سیاه طلایی خداداد باید به کار ببریم که بقیه مملکت رو بسازیم، نه اینکه فقط به عنوان یک ماده خام اون رو صادر بکنیم و بعدم با کشورهای منطقه رقابت بکنیم که کی میخواد بیشتر صادر بکنه. خیلی چیز خنده‌داریه واقعا جناب میپوتی، اگر از نظر واقعا علمی یا از نظر منطقی به موضوع نگاه بکنیم. مثل اینکه ماها رو تشویق کردن که با هم در صادرات نفت خام با هم دیگه رقابت بکنیم، ولو اینکه این نتیجهش این بشه که قیمت بیفته. درست. من از حرفای شما اینجوری استنباط کردم که حتی شما پیشنهادتون اینه که ما برای رسیدن به اون دوره، یعنی دوره‌ای که بتونیم بگه خودمون فرآورده‌های نفتی رو فراهم بیاریم و به بیرون بفروشیم به قیمتی که بازگشت پولش بتونه جامعه ما رو در پیشبرد خیلی از برنامه‌های عمرانی کمک بکنه. حتی شما معتقدید که در همه چاهای نفت رو بس تا زمانی که ما برسیم به اون نقطه، یعنی بهتره ما این کارو بکنیم.
شاید جناب میبودی این راه افراد رفتنه، چون باید یک چیزهای عملی رو هم دید و اون این هست که مملکت ما هنوز بزرگترین مقدار ارزی که دریافت میکنه که برای گرداندن امور مملکت و زندگی مردم لازمه از طریق صادر کردن نفت خام هست. چیزی که من عرض میکنم این هست که باید هدف ما این باشه که روز به روز اگر حتی تولید نفتمون رو بالا ببریم، صادرات نفت خاممون کمتر و کمتر بشه و صادرات مواد محصول شده ساخته شده از نفت، مثلا مثل بنزین و نفت چراغ و گازوئیل و انواع روغنهای موتور و مواد عایق و اینجور چیزها رو بالا ببریم. به همین ترتیب در مورد گاز، فعلا خب باید گاز صادر بکنیم تا مقدار ارز کافی برای اداره مملکت رو داشته باشیم، ولی هدف ما باید این باشه که روز به روز نه تنها تولید گازمون رو ببریم بالا، بلکه صادرات گاز خاممون رو بیاریم پایین تا بتونیم به جای اون اقسام مواد پلاستیک و وسایل ساخته شده، کود شیمیایی، گاز مایع و امثال اونها رو تولید کنیم. و اگر چنین هدفی داشته باشیم، یه هدف مثلا فرض کنین 10 ساله یا 15 ساله، همزمان با اون باید ایجاد پالایشگاه‌های مدرن در سواحل خلیج فارس بکنیم که آب کافی وجود داره، نیروی تحصیل کرده و نیروی باسواد هم که بتونن آموزش ببینن برای اداره چنین پالایشگاهی فراوان در مملکت داریم. مملکتی که بیش از 50 یا 60% نیروی انسانیش جوان زیر 30 ساله هستند، و با ساختن چنون پالایشگاه هایی و ساختن پالایشگاه های پتروشیمی برای تولید کردن فراورده های گازی، اون موقع ما میتونیم جلو بریم. یعنی خود ایجاد کار سبب جلو رفتن مملکت خواهد شد، و به خاطر اینکه اون کار رو بتونیم انجام بدیم، اون وقت باید دانشگاه هامون رو توسعه بدیم، مؤسسات تحقیقاتی فراوانی ایجاد بکنیم که در این مؤسسات تحقیقاتی بهترین راه های پالایش نفت و گاز و ساختن مواد از نفت و گاز رو که در خارج وجود داره به ایران بیارن، یا اینکه در خود ایران راه های جدیدی ایجاد بکنن. به اضافه اینکه باید ما دنبال فناوری انرژی خورشیدی هم بریم، چون مملکتی مثل مملکت ما که قسمت شاید 90% در سال در بسیاری از استانهای ما مقدار زیادی ما انرژی خورشیدی داریم، رفتن به دنبال انرژی خورشیدی یکی از منطقی ترین کارهاست که میشه کرد. مثلا در همین تگزاس یا کالیفرنیا میبینین انرژی، یا ایالتهای مثل آریزونا که شباهت هایی به قسمت های از ایران دارن، میبینیم که انرژی خورشیدی بسیار مورد توجه هست و داره پیش میره، و اون وقت مقدار زیادی از منابع نفت و گاز ایران هست که در مرز بین ما و کشورهای همسایه است، که من در گذشته با شما خیلی به صورت مفصل ارقام و آمار اونها رو بررسی کردیم، و اگر مایل بودید در آینده انشالله اون رو با اطلاعات بیشتری دنبال خواهیم کرد. یعنی ما اون موقع باید شروع بکنیم این میدانهای نفت و گازی رو که با همسایه ها بون مشترک هستیم، اونها رو باید بگیریم تولید بکنیم. و بعد نکته بسیار جالب این هست که ما میتونیم با بکار بردن گاز در مملکت به تدریج خودمون رو از مصرف نفت و بنزین در داخل کشور فارغ بکنیم، و در نتیجه مواد ساخته شده ای رو که ایجاد میکنیم میتونیم صادر بکنیم. یعنی گاز، چون یک ایران میدونیم بزرگترین کشور منبع گاز دنیاست، اگر اول نباشه احتمالا دوم هست، شاید بعد از روسیه و احتمالاً با همسایه جنوبی ما قطر. این هست که ما اونقدر گاز داریم که شاید 200 سال آینده هم به کار ببریم، هنوز به پایانش نمیرسیم. در نتیجه ما باید مصرف انرژی خودمون مقدار زیادیش رو از گاز بگیریم تا بتونیم نفتمون رو و حتی بقیه گاز رو به کار ببریم برای مصارف دیگه. یا مثلا با این همه گاز فراوانی که در مملکت داریم و این همه میدانهای نفتی که فشار اینها اونقدر افتاده که دیگه تولیدشون پایین رفته، تمام این منابع نفتی احتیاج به افزایش فشار دارن، و این کار رو به بهترین وجهی میشه با تزریق گاز انجام داد. این هست که ما هر چقدر در این زمینه ها کار بکنیم جناب میبودی، 10 تا 20 سال آینده هنوز جای پیشرفت است. خب مشکل فکر کنید در چیه تا به حال؟
مشکل در مدیریت، مشکل در مناسبات رفتارهای نابهنجار در چهاردیواری خود و حکومت، مشکل دولت‌های خارجی هستن. چی مشکل در کجاست؟ چرا ما موفق نمیشیم که از این پیچ بیرون بیایم یا از این بنبست یک جوری خروج کنیم؟ بله، در زمانهای دور جناب بنگودی، بله بله، در زمانهای دور شاید مثلا 50 سال یا 70 سال گذشته برگردیم عقب، شاید در کشورهای غربی کشورهایی بودند که اینها مایل نبودند ایران صنعتی بشه و میخواستند ایران همیشه یک کشور کشاورزی باقی بمونه، ولی به تدریج خود اون کشورها هم نظرشون رو عوض کردن، چون یک کشور پیشرفته با اقتصاد قوی بازار بهتری برای اونها خواهد بود. در نتیجه خود دنیا هم در حال عوض شدن بوده و هست. من فکر میکنم اگر از اون مطلبی که در گذشته همه ایرانی ها، ما ایرانی ها خیلی راه ساده پیدا کرده بودیم که مشکلاتمون رو توضیح بدیم، این بود که همش میگفتیم تقصیر این یا تقصیر اونه، این تقصیر امریکاست، روسیه است و انگلیسه. الان ما باید این کار رو به طور کامل کنار بگذاریم و خودمون بپذیریم که ما مسئول هستیم. اگر پذیرفتیم که ما مسئول هستیم، در نتیجه ما احتیاج به دو چیز داریم: مدیران برجسته در این صنایع و حکومت‌هایی که سیاست‌های داخلی و خارجیشون به جای ایجاد آشوب و جنگ و رقابت و کینه‌توزی با بقیه مردم دنیا، همکاری‌های اقتصادی و پیشرفت‌های منطقه‌ای باشه. اگر چنون باشه، مطمئن باشین بین 10 تا 20 سال ایران همون مقامی رو که ما همیشه آرزو داشتیم، شاید یکی از 10 کشور برجسته دنیا از نظر صنعتی، از نظر علمی، از نظر رفاه زندگی، رفاه اجتماعی، رفاه عمومی و در نتیجه دموکراسی هم باشه. خب حالا برگردیم به مناسبت این ایام، برگردیم به خاطرات شما در دوران خدمت در صنعت نفت. البته این لابلا پرسش های دیگری هم هست، گاه حیف هم میاد که اونها رو با دکتر در بیان نگذارم، فکر کنم که و وقت مختنم و مناسبی است. از جمله مثلا اینکه این به نظر نمی‌رسه تحریم ها به این سرعت از روی صنایع نفت ایران برداشته بشه و خب نفت موجود هم که کفاف هزینه های یک مملکتی با 80 میلیون جمعیت رو نمیده. خب میخوام ببینم که آقای دکتر فکر میکنید که میزانی که ما مناسبه که نفت خام رو استخراج کنیم بفروشیم چقدر؟ تا چقدر شما اون رو مجاز میدونید؟ 1 میلیون بشکه؟ 2 میلیون بشکه؟ بله، عرض کنم که تولید بیش از اون چه که این میدانهای نفتی میتونن تولید بکنن و آسیب نبینند، اون سطح درستی هست که هر میدان نفتی باید تولید بشه. بنابراین هر یک از میدانهای نفتی ما به وسیله متخصصینمون باید بررسی بشه و تجربه من البته برمیگرده بیش از 35 سال. 35 سال قبل، بعد از اینکه این انقلاب به ثمر رسید، یکی از اولین کارهایی که از ما خواسته شد انجام بدیم این بود که ببینیم تولید نفت ایران باید چقدر باشه، و اون موقع ما یک عددی حدود فکر میکنم 3 یا 3.5 میلیون رو مشخص کردیم و صحبت از این بود که اون مقدار از چند میدان بزرگ نفتی ایران تولید بشه تا وسائل لاروبی چاه‌ها و وسائل تزریق گاز به میدان‌های مختلف دیگه رو فراهم کنیم، تکنولوژیشو داشتیم، دستگاه‌هاشو بسازیم و مدیریت درست رو از نظر فنی سر کار بگذاریم که اون کارها رو بکنن. منتها خب متاسفانه این انقلاب در این زمینه هم به جای اینکه سازنده باشه، قدم‌های مثبت زیادی نتونست برداره. امید ما این بود که اگر در رشته‌های دیگه مشکلات بود، لاغر در صنایع نفت پیشرفتی پیدا می‌شد. ولی گذشته از کمبود مدیریت به دلیل جنگ ناخواسته‌ای که با عراق پیش اومد و این جنگ تحمیلی بود واقعاً به ایران، و بعد از اون مشکلات دیگه‌ای که ایران با غرب پیدا کرد، ابتدا مربوط به این داستان گرفتن اسرای سفارت امریکا و بعد از اون در رابطه با اهداف اتمی ایران بود،
که در این مقطع از صحبت ما درباره انرژی آینده برای ایران، من این رو به وضوح خدمتتون عرض می کنم که هم ایران و هم همه کشورهای جهان حق برخورداری از استفاده مسالمت‌آمیز نیروی اتمی رو باید داشته باشن و ما هم باید داشته باشیم. منتها حق به کار بردن نیروهای انرژی اتمی برای ساخت سلاح اتمی و به کار بردن اون علیه همسایگانمون یا دیگران، این مطلبی هست که همه صلح منطقه و جهان رو به خطر میندازه و ما این اشتباه بزرگ رو کردیم. حالا چه در حال ساختن بمب بودیم چه نبودیم، من وارد این بحث نمیشم. طوری نشان دادیم که ظاهرا دنیا فکر کرد ما یک چنین کاری رو داریم میکنیم و به دلیل اون این مشکلات اقتصادی عظیمی که برای ایران پیدا شد سبب شد که بقیه صنایع ایران من جمله صنعت نفت متاسفانه راه سقوط رو پیدا بکنن. و اگر هدف ما فقط استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی باشه، من فکر میکنم این صحبت رو من و شما شاید حدود 2 سال قبل با هم داشتیم، دنیا با کمال میل با ما همکاری هم خواهد کرد در راه اون، ولی اگر نگران باشند که هدف ما ساختن بمب اتمی است، البته چنین کاری نخواهد شد. و من امیدوار هستم که حالا که ظاهرا رهبران مملکت تصمیم گرفتند این راه رو جلو برند و بگویند که هدف کامل با شفافیت کامل استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی هست، به تدریج با این شفافیتی که نشون میدند و با حسن نیتی که هر دو طرف نشون میدند، نه تنها منابع مسدود شده ایران به ایران برگرده، بلکه درهای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و صنعتی در همه رشته‌ها من جمله صنعت نفت مجدداً میسر بشه. خب اینا که آرزوست دیگه. بله چقدر جا. ما ولی میخوام ببینم که خودتون زیاد امیدی دارید که این آرزا متحقق بشه، عملی بشه. بله. یا اینکه نه، آینده رو زیاد روشن نمی‌بینید. جناب بهبودی، البته من یه متخصص نفت هستم و مطلبی که شما سوال میکنین احتیاج به یه دید بسیار وسیع‌تر از سیاست جهانی داره که من چنون ادعایی رو ندارم، ولی ادعای من در حدود فقط آرزو هست که خدمتتون عرض کردم. آرزوی من این هست، آرزوشون که مردم سرزمین ما یکایکشون به این حقیقت پی ببرند که ایران اگر جایی میخواد در دنیا داشته باشه، این جا باید یک جای عزیز باشه، یک جایی باشه که دنیا او رو بخواد. دوران تکروی گذشته، حتی کشورهای کمونیست دنیا هم از اون دست برداشتن. شما به چین نگاه کنید، به روسیه نگاه کنید، اینها مجبور به همکاری با بقیه دنیا هستن، منتها ضمن این که احترام ملی هم حفظ میشه. من امیدوار هستم که ما توقعمون فقط احترام ملی باشه و در ازای اون حاضر باشیم همه اقداماتی رو که ایجاد شفافیت و دادن اطمینان به همسایگانمون و کشورهای بقیه دنیاست انجام بدیم، اگر بخواهیم آینده مناسبی داشته باشیم. وگرنه شما نگاه کنیم، کشور کوبا از زمانی که انقلاب کرد هنوز هم یکی از عقب افتاده ترین کشورهای دنیاست، در حالی که شما میبینین چین هم خب همون انقلاب رو کرد ولی خودشو باز کرد و جلو رفت. شما میتونین دو تا کشور مثل کره شمالی و کره جنوبی رو مقایسه کنین، یکیش هنوز در شعار انقلابیه و دیگری در فعالیت‌های اقتصادی. سطح زندگی این مردم رو ببینید، یکی احتیاج به نون شب داره و یکی دیگه یکی از کشورهای صنعتی جنوب شرقی آسیا شده. من امیدوار هستم که ما این راه رو بپذیریم، این راه رو بخوایم، از رهبرانمون بخوایم که دنبال یک چنین روشی بریم تا آینده‌ای زیبا برای خودمون و فرزندانمون و نسل‌های آینده ایران، برای این کشور تاریخی ایران بتونیم پیدا کنیم. دکتر بایا، شما الان در ایالات متحده آمریکا هستید، از شرکت‌های نفتی دارید کار می‌کنید. خب می‌بینم که تکنولوژی نفتی در ایالات متحده آمریکا خیلی پیشرفته تر از تکنولوژی در بقیه کشورهاست، یا اینکه نه اینا هر پیشرفتی در این زمینه داشته باشن فراورده و ابزارش رو به دیگران هم میدن؟ جناب بیبودی، صنعت نفت
یکی از جهانی ترین صنایع دنیاست. یعنی مثلا وقتی شما فکر میکنین شرکت های بزرگی که در حال ساختن و ایجاد این تکنولوژی هستند، مثل شرکت اکسان، مثل شرکت شل، مثل شرکت توتال، مثل شرکت شلامبرجه یا هالیبرتن و غیره، این کشورهای، این شرکت‌های بزرگ، این شرکت‌ها چند ملیتی هستند. سرمایه این شرکت‌ها و کارکنانشان در کشورهای بزرگ صنعتی دنیا همه مشغول به کار هستند و اون چه که می‌سازند برای منافع شرکت‌های خودشون هست. حالا در هر کجایی که اون تکنولوژی رو به کار ببرن، منفعت به درون اون کشور هم ازش میرسه. تنها وقتی که نمیتونن چنین تکنولوژی رو در یک کشوری دیگه‌ای به کار ببرند، وقتی هست که اون کشور به دلایل کارهایی که کرده یا کارهایی که متهم شده انجام داده مورد این بایکات قرار گرفته و مثلا فرض کنین امریکا اجازه نمیده که صنایع پیشرفته صنعت نفت رو این کشورها بیان در ایران پیاده بکنند. منتها وقتی که این مشکل رو حل بکنیم، خواهیم دید که نه تنها این شرکت‌های نفتی، بلکه شرکت‌های ساخت ماشین، شرکت‌های مختلف انرژی، ساختن پالایشگاه‌های مختلف، صنایع کشاورزی و غیره، همه با خوشحالی بهترین یافته‌های فنی خودشون رو به ایران خواهند برد و منافعش البته هم به ایران و هم به این شرکت های چند ملیتی خواهد رسید. تو بین این شرکت هایی که اشاره کردید، کدام یک در زمینه پیشبرد تکنولوژی و خلاقیت و ابداع تکنولوژیک سرآمده و پیشگام و پیش آهنگه؟ بله، یکی از خاصیت های دنیای آزاد این هست که افرادی هم که برای این شرکت ها کار میکنند دائم جابجا میشن. یعنی مثلا خود من که یک دوره برای BNOC کار میکردم، بعد رفتم برای بریتول کار کردم، بعد رفتم برای BP کار کردم، بعد رفتم برای پنزول کار کردم، بعد رفتم برای اکسیدنتال، تا اینکه الان در یک شرکت خصوصی که خودم هم سهم کوچکی دارم کار میکنم. دیگران هم همینطورن. بنابراین پیشرفت تکنولوژی در همه این شرکت ها به یک حالت تعادل بین همشون هست. یعنی خیلی سخت است که شما بین اکسان و شل و توتال و بی پی مثلا بخواییم فرق بگذاریم. این که کارکنانشون عملا همه جا کار کردن. خب دوشو حالا یه سال دارم. خواهیش میارم. این حوزه های مشترک مثل قطر و ما و کویت فرق نمی کنه یا بقیه، گفته میشه که اونها توانستن از حوزه های مشترک بهره برداری فراوان بکنند و در حالی که ما در این زمینه عقب افتادیم، یعنی در واقع اونها دارن سهم ما رو میبلن. آیا ممکنه بخشیش هم ارتباط داشته باشه با تکنولوژی نیرومندی که در اختیار اونهاست و ما نداری؟ عرض کنم که تکنولوژی نیرومندی که اونها دارن، مثل بکار بردن تکنولوژی چاه‌های افقی یا تکنولوژی بسیار نیرومند ایجاد گسل در لایه‌های زیرزمینی در این چاه‌ها، خب اینها سبب میشه که اونها بتونن از یک میدانهایی بهره برداری های بسیار بزرگی بکنن که ماها اون امکان رو هنوز نداریم حتی اگر بخوایم. بنابراین بله، تکنولوژی امروزه حرف آخر رو میزنه، ولی این مسئله جناب میبودی بیشتر مسئله مدیریت بین دوله. یعنی اگر دولت ایران و دولت عراق درباره میدانهای نفتی مشترک بین ایران و عراق بنشینن با هم صحبت بکنن، خواهم دید که میدانهای نفتی عراق به وسیله شرکت‌های بسیار پیشرفته صنعتی دنیا الان داره توسعه پیدا می‌کنه، در حالی که ما شاید هنوز همه دستگاه‌هایی رو هم که لازم داریم نمیتونیم به ایران وارد کنیم. پس باید در سطوح دولت‌ها این صحبت‌ها انجام بشه. فکر می‌کنم جناب مهبودی، چون شما همیشه با شعر شروع می‌کنید و واقعاً شعر همیشه فرهنگ ما رو بیان می‌کنه، الان یه لحظه این شعر به خاطرم اومد. بله. میگه آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بله. اگر زمینه فرهنگی ما و زیربنای فرهنگی ما این هست که با دوستانمون باید با مروت رفتار کنیم و با دشمنانمون حتی با مدارا، این به ما نشون میده که دولت ما چه نوع روشی رو باید داشته باشه، چون دولت ما باید ساخته شده باشه از ماها، تک تک ماها.
درست. و من میدونم در این زمان اگر دولت ما با دولت عراق وارد صحبت بشن، به خصوص که این دو دولت ظاهرا امتیازات وجوه مشترک فراوان دارن، حتما میتونن در این باره کار بسیار مناسبی رو انجام بدن. یا درباره میدانهای نفتی بین مشترک بین ما و قطر، خب ما با همسایگان جنوبیمون واقعا رابطه خوبی نداشتیم در گذشته دورادور. در دوران پهلوی ما به دلیل قدرتی که داشتیم همسایگان جنوبیمون همچین اظهار وجودی نمیتونستن بکنن و من شاهدش بودم شخصا. حالا که ما دارای مشکل هستیم و با کشورهای غربی دچار انواع و اقسام مشکلات هستیم و اونها ظاهرا حمایت کشورهای غربی رو دارن، ما لاغت باید به پیشوانهای فرهنگیمون برگردیم و با این کشورها از راه درست وارد صحبت بشیم. و اگر چنین کاری رو کردیم، مطمئن باشید که به نفع این کشورها هم هست که با ما همکاری بکنن تا بهترین راه تولید این میدانهای مشترک رو بیابیم و هم منافعش به اونها برسه و هم منافعش به ما. یعنی لازم نیست چون یک میدان مشترک وجود داره ما با هم بجنگیم. منفعت مشترک یعنی اینکه دو انسان بیان زیر یک سقف با هم زندگی کنن و ما با همسایه همون باید یک چنین رابطه ای داشته باشیم. خب الان اشاره فرمودید به تجربیات خود، گفتید من خودم تجربیاتی دارم در مورد حوزه های مشترک بین ما و کشورهای اون سوی خلیج فارس. میخوام ببینم تجربه شخصی خود شما چی بوده در این زمینه. تجربه من وقتی که دانشجو بودم در آبهای خلیج فارس در روی سکوهای دریایی شرکت لاوان که بهش لابکو میگفتن، در جزیره لاوان بود، من روی این سکوهای دریایی بین ایران و ابوظبی بودم. هفته یک بار یکی از دکلهای حفاری ابوظبی میومد که نزدیک به ما بشه، چون در آب خودشون میخواستن حفاری بکنن. منتها خب ما چون قدرت داشتیم و دوست نداشتیم، یک ناو ایرانی میومد یک شلیک هوایی میکرد و اون میگذاشت میرفت تا هفته بعد. شاید رابطه ما در اون دوره، یعنی ما به زور متوسل میشدیم. یعنی ما به زور متوسل میشدیم. بله دیگه، من مطمئنم. یعنی بهشون میگفتیم که نزدیک هم نیایید و اونم میذاشتن میرفتن، چون راهی کار دیگه هم ازشون ساخته نبود. و چقدر ما تولید میکردیم، اونا چقدر تولید میکردن تو این حوزه مشترک. ما چی تولید نمیکردن در اون آب؟ بیچاره. اون موقع من یادمه در شرکت، در اون سکوهای دریایی لابکو، ما چیزی در حدود 300 هزار بشکه در روز تولید میکردیم و اونها تولیدشون در اون منطقه صفر بود. عجب. و حالا برعکس شده. خب دوران گذشته، حالا اونها ما رو دوچار مشکلات خودمون دیدن، در نتیجه خب اونها هم شروع به کارهای خودشون کردن. یعنی راهش بازم جناب بهبودی عرض میکنم، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. و حقیقتش اینه که اینها نباید دشمنان ما باشن. اینها کشورهایی هستن که منافع فراوان دارن در اینکه ایران کشوری آباد و آزاد ولی دموکراتیک باشه، که به اونها به دیده احترام نگاه میکنه و حاضر هست با اونها روابط داشته باشه. این کشورهای عربی آرزوشونه که مردمشون برای جهانگردی به ایران بتونن بیان. بله درسته. من این رو حدود 11 سال قبل، من در ابوظبی کار میکردم. بله. و مشغول طراحی و انجام آخرین قدمهای تولید گاز از کشور، از آبهای قطر بودیم، همون فیلد بزرگی که ایران هم درش سهم داره. و این گاز رو حدود 2000 میلیون پای مکعب در روز گاز رو قرار بود اونجا بیاریم، تقریبا 400 میل از توی دریا بیاریم به ابوظبی که برای 30 سال آینده تمام آب شیرین و برقی رو که لازم دارن بهشون بده. و این کار رو من تمام کردم. اسم این پروژه از پروژه دالفین که اسم یک ماهی بزرگ دریایی هست. و یادمه همکارای من اون موقع که عرب بودن در اونجا، اینها به من میگفتن آرزوشون اینه که با خیال راحت بتونن برن ایران جهانگردی. و یکیشون که یکی از رؤسای بزرگ اونجا بود و شاید چند نسل قبل ایرانی هم بوده، ایشون مثلا زنش و تمام فرزندانش و بستگانش رو جمع میکرد میبرد ایران، یه اتوبوس براشون کرایه میکرد، شهرهای مختلف میرفتن میگشتن و برگشته بود به من عکسهاشون رو نشون میداد. یعنی اگر رابطه ما رابطه مناسبی باشه، خود جهانگردی یکی از بزرگترین منابع ساخته شدن کشور و درآمد برای مردم ما خواهد بود. چرا که ایران هر چه که دنیا فکر میکنه یک جهانگرد میخواد داره.
دقیقاً. خیلی تشکر میکنم. سپاسگزارم آقای دکتر بیات همیانانم. دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. آقای بیات تا برنامه بعد. تا دیدار آینده، همچنین به همیهنان خوب و عزیزم هم روز بخیر میگم. تشکر.